زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آباد وو، وطن آباد وو. د هر افغان په شونډو به مسکا وي راولو وطن آباد وو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز به برنامه کابل به سوی آبادانی خوش آمدید. در این برنامه کابل به سوی آبادانی این موضوعات را داریم: ساخته یک پل جدید موترو در مسیر دریای کابل. از روز اول که افتتاح کردم مو در شوق از این میجی مای وسایل میکنی و بازین موقع شده که طرف خانه میری. آغاز کار ساخت یک سرک جدید اتصالی از ساحه ناحیه 12 الا سرک کابل جلال آباد. حال کی سرک جور شوه ان شاء الله که اون مشکلات مردم که به سابق دچار بود از ان شاء الله خلاص میشه. برگزاری یک حشر تنظیفی در ناحیه 8 شهر کابل و نقش پررنگ شهروندان کابل در حفاظت از ساحات سبز. نمایش های ساخته یک پل موترو در مسیر سرک جدید اتصالی کمپانی ایلا برچی برای شما پیشکش شد. گفته می شود این پل موترو از سوی ریاست کار حفظ و مراقبت شهرولی کابل به شکل میاری ساخته می شود که طول آن 20 متر است و همچنان عرضش 20 متر است. در کنار خود دو تن از انجینیران متخصص ریاست کار حفظ و مراقبت شهرولی کابل را دارم. بیایید همراهشان بیشتر آشنا شویم. سلام بر شما انجینیر صاحب. و علیکم السلام، بخیر راغلی. نمای انجینیر صاحب اشمتلا خوشبین دی کابل کاروالی دی کار و حفظ مراقبت ریاست یو تن انجینر. بسیار خوب، و انجینر صاحب شما خدا معرفی کنین. سلام برسه انجینر میرخیزودی مسادات، یک تن از انجینرهای شهروالی کابل از ریاست حفظ مراقبت و مسئول از رمی پروژه است. آنچه دیده میشه کار ساخت یک پل موترو ساده نیست. میشه در مورد سختیش بگین که چقدر جنجال داره ساخت یک پل؟ سختی و جنجالش هست، ولی با شوق علاقه کار میکنیم چون ملک خود ما آباد میشه، خوشحالی است. زحمت داره، هیچ کار بدون زحمت نیست. بله. زحمت داره طبیعی است، ولی خوشحالیش هم است که نمیالو بخیر گادراش نصب شد و هم قریب بخیر شاید افتتاحی از می باشیم که به بهره برداری برای هموطنان ما باز میشه. اینم جای افتخار است برادر. شما در مورد ساخت این پل موترو در مسیر سرک جدید اتصالی کمپانی لابرچی میشه جزئیات بیشتر تکنیکیش ارائه کنین؟ دو سرک خود پل خود تیر کال په اواخر کې شروع سه سید سرک کار نیم تر ډیره حد پورې موږ پروس کال یا تیر کال په مخ باندې وړي چې ولای قیر بندر کورس موږ لین کړی او دوی ملای قیر او د پل پاتې و چې پل کار نیم تاسو ګوري د ګارډرونه کارونه شروع دي. د ګارډرونه نصبولې د ګارډرونه نصبولې چې خلاص په دې باندې بیا یو سلاب راځي ډیک سلاب دغه کانکریټ ریخ کول خیر سره زتی بیا بل خیر دغه پیاچو. بسیار خوب، چقدر وخت میگیره که به خیر کار ساخت این پل تکمیل شوه و به بهره برداری سپرده شوه؟ خب پل یک سوپر استراکچر است، یعنی یک کانکریت بسیار مغلق، ساختمان بسیار مغلق و پیچیده است. کانکریت طبیعی است که هر قسمت از که ما کانکریت ریزی میکنیم 28 روز زمان داره که به بهره برداری سپرده شود. ان شاء الله با کوشش نهایی است و با همکاری تمام مقامات ان قریب ان شاء الله شاید افتتاح و از این خاطر بدیم. خوشی ما که بگیم شاید اظهار نتانیم از زیادی که خوش هستیم. تنها من کل مردم خوشحال هستن از این اقدام دولت. این خو یک چیزی است که برای همه اگه فایدهش میرسه. سابق این سرک کمپانی که تو دشت برچی وصل نبود، مردم به بسیار مشکلات زیاد مواجه بود. چون حال این سرک به یک دیگه وصل شده به خاطر که اگه یک مریض میشه یا یک معاملی خوشی میشه زود ما به امو هدف خود به جایی که به حساب مریض خود یا کنم جای کروان میشیم زودتر به مقصد خود میرسیم. از روز اول که افتتاح کردم مو در شوق از این میجی مای وسایل میکنی و بازین موقع شده که طرف خانه میری. از این که برادر یک جان تشکر از طرف امارات و از طرف شهروالی کابل. در کنار ساخت این پل موترو در مسیر سرک جدید اتصالی کمپانی برچی قرار است دو پل موترو دیگر، همچنان یکی در مسیر قلعه شانان در ناحیه 12 و همچنان پل دیگر در مسیر پل سرخ الی پل سوخته بالای دریای کابل ساخته شود. از توجهتان تشکر. حال هم گزارش دیگر داریم از ساخت یک سرک جدید اتصالی. اینجا شهرک نوروزآباد در ناحیه 12 است.
جایی که یک سرک جدید اتصالی از این منطقه کارش جدیدن از سوی شهرولی کابل آغاز شده که این منطقه را در ناحیه 12 هم وصل میکند به اینجا سرک کابل جلال آباد. مراسم بزرگ برگزار شده با حضور داشته مقامات ارشد حکومت. هدف آغاز کار یک سرک جدید اتصالی است در مربوطات ناحیه 12 هم. سرک اتصالی که ناحیه 12 هم را وصل می کند به سرک کابل جلال آباد. ساخت این سرک اتصالی باشنده های شهر کابل به ویژه باشنده های این محل را خوشحال کرده و آنها می گویند از درد و سرهای زیاد به زودی رهایی پیدا می کنند. سابق سرک خراب بود، بیشتر یک کانال بود، موترا کل سر کانال و سرمو نهر می رفت و بغلای سرک کلش گیل بود، موترا در اوجا در گیل و در خاک و دلای گیر می مان. حال که سرک جور شد و انشالله که او مشکلات مردم که سابق دچار بود از انشالله خلاص می شود و برای مردم سهولیت بسیار زیادی دارد. ساختمان سرک اتصالی قلعه شانان واقع ناحیه 12 هم 2103 متر طول دارد و عرض آن 30 متر است. ساخت یک کانال به طول 850 متر به ارزش 98 میلیون افغانی و یک پل موترو بالای دریای کابل در این مسیر به طول 60 متر و با عرض 18.4 متر به ارزش 95 میلیون افغانی شامل جزئیات این سرک می باشد. این مول سرک دی دولسمی ناهی مربوطات که قرار لری هم دارنگا سپری نکته دی نوروز آباد دی شرک تخه شروع او دی کابل جلال آباد لوی لایت سر وصل کی گی. پا دی سرک یو لوی کانال دو لختی دوا رودونه، دری گلدانونه او دوا پیادرونه شامل دی. گفته می شود تاکید مقامات در سطح رهبری شهرولی کابل برای شرکت قراردادی ساخت این سرک بیشتر بالای کیفیت کار است. وقتی تقویمی داده که اینمی را در 1.5 سال ای را به شکل کیفیت، به شکل خوب ای را جور کنین و شرکت ساختمانی یعنی رهبریتش این تصمیم را دارد که به شکل پخته و اساسی به زودترین فرصت تکمیل می سازد. په نوموړي مسیر کې تقریبا په حدودو کې د 500 شاوخوا موانع په توګه سره ملکیتونه واقع شوي وه چې ټول کارونه یې پیلن شروع دي. په ساحه کې د موانع کوم هغه خاک برداري او نور موضوعات شروع دي او په عین حال کې د پروژې عملا کارونه شروع دي په ساحه کې. انشاءالله ټولو هیوادوالو سره به دوی د اصول مطابق اجرات کیږي او د هغوی سره به د قانون او اصول مطابق اجرات صورت نیسي. شهرولی کابل به هدف رشد معیاری شهر کابل و کاهش ازدحام نقاط مرکزی این شهر مصمم به ساخت سرک های متعدد اتصالی در نقاط مختلف شهر کابل است. از توجهتان تشکر. یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. وطن آباد و وطن آباد و ده هر افغان پشوندو به مسکاوی راولو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنوریدونکو په دې هیله تاسو بټول رغو جوړ یاستیا. دا د کولی حشمت خان سیمه ده چې د اتمې ناحیې مربوط کیږي. نن په دې ناحیه کې یو لوی تنظیفي حشر په لاره باندې چول شوی دی. په دې حشر کې د مسؤلینو په وینا باندې چې تقریبا څه کمه زیات یو نیم سل لوی او کوچني موټر جمع شوي دي او د هغې تر څنګ د تنظیفي شرکتونو مسؤلین هم دلته په دغه حشر کې مرسته او کومک کوي. مسؤولیت وای کار ترونو کار ظلم مکی نه قرار ظلم مکی نه. د اتمې ناحیې د مسؤولانو سلګونو ښاریانو په ګډون د یادې ناحیې په اړوند سیمو کې تنظیفي حشر ترسره شو چې په ترڅ کې بېلابېلې سیمې له کثافاتو پاکې شوې. د یادې ناحیې رئیس مفتي روح الله عثماني وویل په تنظیفي چارو کې د وروسته پاتې والي د جبران په موخه دا کار ترسره شو تر څو د یادې ناحیې بېلابېلې سیمې له کثافاتو پاکې شي. په دې حشر کې د تنظیفي کارکوونکو سربیره د اتمې ناحیې ګذر وکیلانو، ځوانانو او د تنظیفي خدمتونو خصوصي شرکتونو ګډون کړی و. د خلکو نه هم دا غوښتنه ده په عامه ځایو کې د کثافات نه غورځوي، ځکه دا کثافات په مرض باندې روزمره چې ورځ پرې باندې تیری ده په مرض باندې تبدیلي او نورو مسلمانانو ته ماشومانو ته دا څه امراض چې دي دا ټول همدغو کثافات تولیدي وي او په مسلمانانو باندې لګېږي. د وطن پاکوالی او د وطن نظافت چې دی دا تنها د کابل ښاروالۍ
د دې مسولیت نه دی. د مساجدو د ملا امامانو نه ميده هیله ده چې خلکو ته په خطبه کې د خبرې وکړي، خلکو ته د جمعه په ورځ باندې د خبرې وکړي چې هر سړی خپل ماحول باید پاک وساتي. نو موري زیاته کړه لاتیت شو کثافات څخه د یاد ناحیه د اړوند سیمو پاکولو سربیره ل کلونو راهیسه انبار شوی کثافات هم لخاره د باندې د غزک سیمه ته ولګدول شول. د یادونه ورده چې د تنظیف ریاست سل لوړ او کوچنی ولتاژ لرونکي وسایط او درې سو پرسونل د یاد ناحیه د پاکولو په موخه ګمارل شوی دی. په همدې توګه د تنظیفي خدمتونو خصوصي شرکتونو هم د شپږ لوړ او کوچنی ولتاژ لرونکو وسایطو او سلو کارګرو په ګمارلو سره په یاد ګډ کار کې برخه اخیستی وه. قسمی که ببینید هر کس فراغنده در جای کثافات بندازن، همی کثافات به شکل منظمش در قسمت هایی که دوله از طرف شاروالی کابل دولت این شده در دوله ها برسنن و شرکت های تنظیفی که خصوصی میاده پشت خانه هایشان همون کثافات خود برای از وقت تسلیم کنن که یالت دیگه نبیه. بسیار پیسه گزاف مصرف میشه، نمیاله این پاکاری میشه، مردم که همکاری نکنه، مردم آگاهی پیدا نکنه نمیشه. بالاخره شهر از ما یک شهروند هستیم، باید خوب زندگی کنیم. لیدن کتاز خود در ناحیه در مسئولین و همدارنگ در سیم در خلق خبری واور دلی در سیم خلق در دقا حیات نزیبه هشت سخد دوی دیر خوشحال و راضی و او در هاگو تر سنگ در مسئولین و پیغام در سیم لسولین دو تخدا و چه دوی باید کسافات پر تاکلو زاین کوا چه بی فاهم زاین که باید کسافات تا چه ولس حدد بکری زهام په هیڅ دی و افغان په هیڅ دی و خاری په هیڅ دی ورور لټولو خاریان څخه دا هیله کومه چې کثافات په ټاکلو ځای نه کې واچوي تر څو د نارنج اغوستونکو هغه مسؤلیت او بار له هغوی څخه کم شي او له هغوی سره تاسو همکار اوسئ. چه خبره ده ورور؟ سرک من تیروز رندو نواخل دیر بد را کنو لگیدل خطیر لنجم ورور ورور در موتروانان چارنگونه کمی دوی ملامت ندی اگا خلق چه پلی پده غلار باندی جی راضی در زیرزمینه یا بسر باندی زموگ ده تک را تک ده پار زیرزمینه جوره شویدی موگ باید اغونه استفاده وکرو او ده عمومی سرک بسر باندی موتروانانو تا مزایمت و نکرو تر دیر ابری دزه چه فکر کمو مغا ملامت نده موگ و تاس هم باید لگ متوجه و سو او خلق تا مزایمت و نکرو سما ده دیر مانه نه بلده و لو پوش شلو باز نوست خو بلد شوی وروس تا دینه به انشالله تعالی خپل ورونو تا دوستانو تا دا پیام رسه و چه ده عمومی سرک پسر سر بانده ده نزیز بوگ ده تک ده را تک ده پاره زیرزمینه جوری شویده رازه جزه ده زیرزمینه ایلا را بشتاو که عبور و مرور آبرین پیاده از روی سرک ها تخلف شهری است. شاروالی کابل از عموم شهروندان تقاضامند است تا از شبکات پیادروی استفاده کنند. کابل خاروالی ده خار اقتصادی او میاری پراختیا ته ژمنتیا او هوډ لري. په همدې موخه باندې اوس مهال د کابل خار په مختلفو ناحیو او سیمو کې د سرک جوړونې مختلف پروژې جریان لري چې اکثریت یې نوې تازه پیل شوي دي او ځینې هم د بشپړېدو په حال کې دي او ځینې هم تکمیل شوي دي. موږ هم تازه راغلي یو د میدان هوایي ډګر له څلورلارې څخه د ګمرک تر سرک پورې یا ساحې پورې چې کوم سرک نوی جوړیږي د پروژې ته راغلی یو. دا پروژه سخت کال کارونه شروع شوي دي او اوس مهال راغلی یو چې دا کارونه څومره مخکې تللي دي او په څومره وخت کې به بشپړ شي. د نهمې ناحیې اړوند د هوایي ډګر له څلور لارې څخه د کابل جلال آباد سړک د ګمرک تر سیمې پورې د نوي نښلوونکي سړک د جوړولو چارې چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لورې پیل شوې وې په چټکۍ سره روانې دي. اوسمهال په دریو برخو کې د کیندنو، خاورې لیږدولو، د لښتیو جوړولو او د پاتې استملاکي خنډونو د پاکولو کار روان دی. د هوایي ډګر له څلور لارې څخه تر ګمرک سیمې پورې دا نښلوونکی سړک 2940 متره اوږدوالی او 60 متره سور لري چې په دوه اصلي او دوه فرعي لیکو کې به د لښتیو، پلو لارو، ګلدانونو، د بایسکل چلولو لیکو، تمځایونو او د یوه معیاري سړک د نورو برخو په ګډون په 1400 میاشتو کې جوړ شي. پروژه سرک اتصالي چارای میدان هوایي الی ګمرک است که به طول مجموعی 2794 متر طولش است و در عرض 60 متر عرض مجموعیش است که 4 سرک ترکیب خود دارد، دو سرک اصلی و دو سرک فرعی. الحمدلله 15% کار ما تا فعلا پیش رفته، در هر بخش
که بخشای استرکچر است و کتنگای سرک است، تخریب خانه ها و انتقال مواد از ساحه، مواد نامناسب. د یاد سړک په جوړېدو سره به د صحت عامې څلور لارې، مکروریانو او ورڅیر مسیمو ترافیکي حجم وویشل شي. دغه سرک چې شروع شوی دی نو موږ ډیر خوشحاله یو په دې سرک باندې، په دې چې دا د وطن آبادي ده او دا پروژې دلته پیل کیږي. او بله دا چې دلته ډیر خلک په دې شرایطو کې بیکاره وو، نو هغو ته هم دا کار او مزدوري پیدا شوی ده پکې. و واقعا خیلی خوشحال هستیم به خاطر ساخت و ساز سرک، چون یک پروژه زیربنایی است و برای سهولت و آسانی کار برای مردم ساخته شده و ما قابل قدر میگیریم این پروژه را. و ای که خانهای بعض خانهای که متضرر شدن اونا را شغل صاحب محترم پولشون را بهشان تسلیم میکنه و کدام مشکل خاص وجود نداره. ما خیلی خوشبین هستیم این سرک، چون که راه ترانزیتی هست از منطقه دوسریکه میدانوی تا ایلو گمرک، سرک وصلی است دیگه. ما قابل قدر میگیریم این پروژه را. لیدونکو تاسو خود د سیمې د خلکو نظریات د پروژې د مسؤلینو خبرې واورېدلې. د سیمې خلک د دغه سرک په جوړېدو سره ډېر خوشحاله وو، او د هغې تر څنګ ښه خبره خو دغه وه چې په دغه پروژه کې اکثریت کارګران د دغې سیمې خلک وو، او دوی د کابل ښاروالۍ له دغې پروژې څخه او په مجموع کې د کابل ښاروالۍ له فعالیتونو څخه ډېر راضي او خوشحاله وو. وطن آباد وو د هر افغان په شونډو به مسکا وی راولو. در ادامه برنامه کابل به سوی آبادانی هم گزارش دیگر داریم در پیوند به سهم فعال شهروندان کابل در حفاظت از ساحات سبز. امید روند یکی از جوانان است که روزانه در برابر حفاظت از پارک بی بی ساره در ناحیه 15 چنان احساس مسئولیت می کند گویی او کارمند موظف ریاست سرسبزی شاروالی کابل در این پارک باشد. اما او می گوید در برابر نگهداری ساحات سبز هیچگاه هم کمتر از یک کارکن سرسبزی در شهر فکر نکرده. کارمند شاروالی یا سرسبزی نیستم و کوشش می کنم این پارکی که داریم سرسبز بند آباد نگهداری شود. همیشه کوشش میکنیم که آبیاری کنیم، یا کوشش میکنیم که همیشه همکارای شاروالی باشیم، چون خانه ما نزدیک این پارک است. همیشه در این پارک میایم و از فضاش استفاده میکنیم. نصیر احمد مدیر حفظ و مراقبت ساحات سبز قسمت ب خیرخانه میگوید در حفظ و مراقبت ساحات سبز به ویژه پارک بی بی ساره نقش جوانان اخیرا زیاد بر رنگ شده است. این پارک زیبا را که میبینید، پارک بی بی ساره، پارک ملی بی بی ساره نام داره، اینقدر زیبا و چی است، مقبول است. علاوه از اینکه ما و پرسنل ما وظیفه همیشگی ماست، همه روزه سعی تلاش میکنیم در سرسبزی ازی، در حفظ و مراقبت ازی، در ایسه آبیاری ازی و در ایسه پاک نگاهداشتن ازی، در همه عرصه ها ما حفظ و مراقبتش میکنیم. خوشبختانه یک تعداد از جوانای منطقه با ما همکار هستند که اونا هم در آبیاری، در خشاوه، در ساخت و ساز و در حفظ و مراقبت ازی پارک همراه ما همکاری دارند. این در حال است که مسئولان در ریاست سرسبزی شاروالی کابل نقش شهروندان را در نگهداری ساحات سبز در کنار کارکنان ریاست سرسبزی شاروالی کابل حتمی میدانند. شاروالی کابل سکل تقریبا 2 میلیون نهاله تیار کړی او د غرس کولو لپاره چې په ساحو کې غرس کی. لله الحمد هغې نه 1.5 میلیون نهالونه د کابل په ښار کې په مختلفو ځایونو کې غرس و. د هغې 1.5 میلیون نهالونو د پسرلي ندې خواته، نهال شانی ندې خواته آبیاري روانه ده. د ټانکرو په واسطه باندې، د پیپونو په واسطه باندې، او په مختلفو طریقو باندې موږ سره د کابل ښاریان اوږه په اوږه ولاړ دي. لله الحمد په هر موضوع کې موږ د کابل ښاریانو نه مشورې هم اخلو، د کابل ښاریانو سره اوږه په اوږه ولاړ یو، ټول کارونه شریک کوو. یوازې کابل ښاروالي ریاست سرسبزی آبیاري نه کوي. د نهال شانۍ په باره کې موږ سره ډېر زیات کومکونه وکړه، همدارنګه د آبیاري په باره کې کومکونه کوي. کوم چې کسې مشکلات ډېر وي موږ ته زنګونه وهي، موږ ته خبر راکوي. لکه د مثال په طور باندې بعضې پارکونه دي، بعضې ګلدانونه دي چې هلته بوټي خرابیږي، همدغه ښاریان په خپله باندې آبیاري کوي.
شهرخانه مشترک ما و شماست. بیایید در برابر حفاظت از آن مثل خانه های خود احساس مسئولیت نماییم. وطن آباد و وطن آباد و ده هر افغان پشند و به مسکا ویرا ولو وطن آباد و اوس هم تاسو او تلن راپورونه ده کار ده کیفیت و چټکتیا ده تضمین په مخه کابل ښاروال مولوی عبدالرشید ده قلعه زمان خان شپته متر سړک ده احمد شاه بابا مینه ده دیر لسم څوار لسم پنځه لسم او شپاړسم بلاک تر منځ ده نوی نښلوون کی سړک ده رحمان مینه ده ای برخی له سړک له بوتخاک یا ملالۍ څلور لارې څخه تر حرقوي سړک پورې ده نوی سړک او په کارتینو سیمه کې ده یو سوداګریز مارکیټ ده جوړېدو له چارو لیدنه وکړه. کابل ښاروال ټینګار وکړ چې تر کار لاندې پروژې باید په ټاکلي وخت بشپړې او له روز خدای دوامدار څارنې تر سره شي. د غراز نو موري مسؤلینو ته پټینګار سره ویل چې په دندو کې هر ډول ناغړی او غفلت د منلو وړ نه دی. د پروژو د چارو د بشپړې دو په موخه د لښته فرصتونو څخه سمګټه واخیستل شي او د پروژو د پلي کېدو په برخه کې د هیڅ راز هڅې نه درېږي. د پروژو له بیلابیلو پړاوونو څخه د کابل ښاروال څارنې دا په ډاګه کوي چې د آبادۍ او د کابل ښار د تلپاتې ودې په برخه کې پیاوړی اراده لري او دا شان څارنې کابل ښاریان یو سوکاله او پرمختللي کابل ښار ته هیله من کوي. ترانسپورتي ټولنیزو او ښاري اسانتیاو ته د لاسرسي په موخه د اوولسمې ناحیې اړوند خیرخانې کوتل سړک د دویمې برخې د جوړولو چارې چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لورې پیل شوې وې، اوسمهال یې د کیندنو، قالب بندۍ او لښتیو جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا سړک د مزار هډې پر لور په څلورو دوه اصلي او دوه فرعي لیکو کې د 2560 مترو په اوږدوالي او د 60 مترو په سور سره جوړیږي چې د روان کال تر پایه به یې چارې په بنسټیزه توګه بشپړې شي. سړک د لښتیو، پلو لارو، د بایسکل چلولو لیکو، ګلدانونو، څراغونو نصبولو، تمځایونو، کرښو اچولو، ترافیکي نښو نصبولو او د یو معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون جوړیږي. شما عملا میبینین که کار کندنکاری در چهار نقطه در چهار محل مختلف وجود دارد و از طرف روز هم کار میکنیم و بعض کندنکاری ها را که از طرف روز شما عملا بیروبار میبینین، ازدحام ترافیک میبینین، از طرف شب ما کار میکنیم و مواد خود انتقال میدیم. د کابل ښاروالۍ له لورې په بیلابیلو ناحیو کې د سطحي اوبو د مدیریت په موخه د کانالونو، لښتیو، کوچنیو پلونو د جوړولو او بیارغونې چارې روانې دي. د کار ساتنې او مراقبت ریاست د پلونو او سړکونو د بیارغونې امیر انجینر شریف الله قادری په دې اړه وویل د زیانمنو شوو سیمو له پېژندلو وروسته دا کار د ښار په کچه په بیلابیلو ناحیو کې ترسره کیږي. په وروستیو کې د لومړۍ ناحیې اړوند د باغ قاضي په سیمه کې د لښتیو د نښلوونکو منهولونو د جوړولو چارې پیل شوي دي ترڅو د اړتیا پر مهال لښتي په اسانۍ سره پاک شي او په راتلونکي کې د اوبو د بندېدو شاهدان ونه اوسو. وچو دختو ته دشنو فصلونو شال جوړو د ښایست رڼا ګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو. خب هموطنان عزیز، این بود برنامه کابل به سوی آبادانی که برای شما پیشکش گردید. همچنان دیدن برنامه کابل به سوی آبادانی را از طریق یوتیوب شهرواله کابل فراموش نکنید. تا دیدار بعد، الله حافظ و نگهدار شما. وطن آباد و وطن آباد و ده هر افغان پشند و به مسکا ویرا